های به همه، امیدوارم روزتون خوب باشه. اومدم با یه بحث چالشی زبان که خیلی از ماها باهاش به چالش میخوریم و سخته برامون یادگیریش، و اون چیزی نیست جز اصطلاحات زبان انگلیسی. اصطلاحات یه سری از جملاته که معنای خاصی میده و ممکن اون معنی تو دل اون جمله اون کلمات نهفته نباشه و یه چیزی خارج از اون چیزی باشه که دارید میگید، به خاطر همینه که چالشیه. ولی خارجی آمریکایی و اینها خیلی از اونها استفاده میکنن، به خاطر همین حتما باید اینا رو بلد باشی و یاد بگیری اگه میخوای بتونی توی سطح خوبی از زبان صحبت کنی. پس یاد باشه حتما این ویدیو رو چند بار ببین، همین الان لایک ویدیو رو بزن و برام انرژی بفرست تا برات ویدیو بهتری آماده کنم، و اگه منو سابسکرایب نداری دکمه سابسکرایب رو بزن، بریم سراغ آموزشمون. خب بریم سراغ اولیش. میخوایم به انگلیسی به یه نفر بگیم حیا کن. حیا کن باید چی بگیم؟ میگیم get a room. get a room پس یعنی حیا کن. پس به یه نفر وقتی میخوایم بگیم حیا کن میگیم get a room. همراه با تلفظ تکرار کن، get a room یعنی حیا کن. حالا میخوایم به زبان انگلیسی بگیم مار خوشخط و خال. مار خوشخط و خال ببینیم به انگلیسی چی میشه. باید بگیم a snake in the grass. A snake in the grass. تلفظ که اومد حتما همراهم تکرار کن. پس میگیم a snake in the grass یعنی مار خوشخط و خال. باب میلم نیست. میخوایم به انگلیسی بگیم که یه چیزی باب میلمون نیست. باید بگیم It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. حتما همراه هم تکرار کن. الان تلفظ ظاهر میشه، تو هم بگو It's not my cup of tea. یعنی باب میلم نیست. خب میخوایم به کسی بگیم که زیاده روی نکنه توی چیزی، حالا خوردنی یا هر کاری. پس میخوایم بگیم زیاده روی نکن، میگیم Don't overdo it. Don't over بیش از حد، زیاده. Don't overdo it یعنی زیاده روی نکن. Don't overdo it، سعی کن سعی تر بگی. آفرین. خب میخوام بگیم دیگ به دیگ میگه رود سیاه. توی فارسی هم زیاد میگیم دیگ به دیگ میگه رود سیاه. برای گفتنش میگیم Pot calls the kettle black. Pot calls the kettle black. تلفظ که اومد همراه هم بگو Pot calls the kettle black یعنی دیگ به دیگ میگه رود سیاه. حالا میخوایم به نفع بگیم زود قضاوت نکن. زود قضاوت نکن. میگیم Don't jump to conclusion. Don't jump to conclusion. Conclusion شاید یه کلمه سختی به نظر بیاد، ولی چند بار بگی درست میشه. الان تلفظ ظاهر میشه، همراه هم بگو Don't jump to conclusion. حالا میخوایم بگیم دروغگو دشمن خداست. تو فارسی هم زیاد میگیم دروغگو دشمن خداست و میگیم Liar, liar, pants on fire. Liar, liar, pants on fire. یعنی دروغگو دشمن خداست. با هم تکرار کن Liar, liar, pants on fire. خب حالا میخوایم بگیم که خودتو به درد سر ننداز. خودتو به درد سر ننداز یعنی keep your nose clean. پس تو انگلیسی میشه keep your nose clean. اگه از این ویدیو خوشت اومده لایک رو بزن، لایک این ویدیو از 1000 تا رد بشه سری بعدش رو میسازم. keep your nose clean. keep your nose clean. خب حالا میخوایم به انگلیسی بگیم که خیت شدی. خیت شدی و چی باید بگیم؟ میگیم jokes on you. پس خیت شدی میشه jokes on you. جوک همون شوخی،
جوکس آن یو معنیش میشه خیت شدی. حالا روز از نو، روزی از نو چی میشه؟ روز از نو، روزی از نو. توی فارسی هم زیاد از این استفاده میکنیم. Another day, another dollar. Another day, another dollar. تلفظ کن همراهم. Another day, another dollar. یعنی روز از نو، روزی از نو. دوست آن باشد که گیرد دست دوست. دوست آن باشد که گیرد دست دوست. برای گفتنش به انگلیسی میگیم A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. با هم تکرار کن. A friend in need is a friend indeed. چند بار بگی یاد میگیری. دوست آن باشد که گیرد دست دوست. حالا میخوایم تو آب نمک خوابوندن رو به انگلیسی بگیم. همون به معنی منتظر گذاشتن کسی تو آب نمک خوابوندنش. To put someone on the back burner. To put someone on the back burner. میشه تو آب نمک خوابوندن خودمون. بریم سراغ اصطلاح بعدی پرکاربرد. زدن تو خال رو چی میگن؟ یعنی درست به یه چیزی اشاره کنیم زدن تو خال. میگیم To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. یعنی زدن تو خال. To hit the nail on the head. خب توی بعدی میخوایم بگیم که سر و پا گوشم. به نفر میخوایم بگیم همه توجه هم با توه. سر و پا گوشم. باید چی بگیم؟ میگیم I'm all ears. I'm all ears یعنی سر و پا گوشم. I'm all ears. خب بریم سراغ اصطلاح بعدیمون. میخوایم بگیم پایم، روم حساب کن. مثلا یه قرار جایی بریم و اینها، میخوایم بگیم ما هم پایه ایم، روی ما هم حساب کنید. چی باید بگیم؟ تو انگلیسی میگن I'm in. I'm in یعنی پایم، روم حساب کن. I'm in. تکرار کن. I'm in میشه پایم، روم حساب کن. منو چی فرض کردی؟ مثلا تو فارسی میگیم منو گلابی فرض کردی، یا یه همچین منو بابو گلابی فرض کردی. اینا رو میگیم What do you take me for? What do you take me for میشه منو چی فرض کردی؟ فکر کردی من چی هستم؟ What do you take me for میشه منو چی فرض کردی؟ حالا میخوایم بگیم به فنا رفتم. میخوایم به انگلیسی بگیم به فنا رفتم. I'm doomed. دقت کن دو تا او داره. I'm doomed میشه به فنا رفتم. با هم تکرار کن. I'm doomed. یعنی چی؟ یعنی به فنا رفتم. حالا میخوایم بگیم به نفر که علم شنگی به پا نکن. همون سر و صدا راننداز علم شنگی به پا نکن. باید بگیم Don't make a fuss. Don't make a fuss. Don't make a fuss یعنی علم شنگه به پا نکن. سر و صدای علکی رو ننداز. Don't make a fuss. حالا میخوایم بگیم کینه به دل نگیر. کینه به دل نگیر. Don't hold a grudge. Don't hold a grudge. پس don't hold a grudge میشه کینه به دل نگیر. همون به دل نگیر خودمون. حالا میخوایم یه نفر بگیم سر عقل بیا. به نفر بگیم که سر عقل بیا. میگیم come to your senses. come to your senses.
Come to your senses. حالا میخوام بگیم از رنگ و رود مشخصه. مثلا میگیم حالت از رنگ و رود مشخصه. حالت خوب نیست. I can tell by your color. I can tell by your color. یعنی از رنگ و رود مشخصه. چه حالی داری؟ I can tell by your color. میخوایم به نفر بگیم تو دنیای منو کامل کردی. تو دنیا ما کامل کردی. You rock my world. You rock my world. میشه تو دنیای منو کامل کردی. You rock my world. پس میشه دنیای منو کامل کردی تو. حالا به نفر میخوام بگیم هوا تو دارم. مثلا برو جلو. من هوا تو دارم. برای گفتن این به انگلیسی باید بگیم I got your back. خیلی توی فیلم هم میشنوید حتما. I got your back یعنی هوا تو دارم. مثلا میگه برو جلو. هوا تو دارم. I got your back. هوا تو دارم. خیالت راحت. میخوایم خیال یه نفر راحت کنیم و به انگلیسیش بگیم خیالت راحت. باید بگیم Rest assured. Rest assured. یعنی خیالت راحت. Rest assured. معنیش میشه خیالت راحت. حالا میخوایم به نفر بگیم که گند زدی. همیشه خراب کردی. گند زدی. باید بهش بگیم You blew it. You blew it میشه گند زدی. خرابکاری کردی. You blew it. You blew it. یه شانس دیگه به هم بده. میخوایم به نفر بگیم بابا یه شانس دیگه به هم بده. یه فرصت دیگه ای به هم بده. Give me another chance. Give me another chance. پس give me another chance میشه یه فرصت دیگه به هم بده. حالا میخوایم از یه نفر بپرسیم چرا انقدر دیر کردی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ میگیم What took you so long? دقت کن took آورده. Take نیورده. What took you so long? چرا انقدر دیر کردی؟ خیلی تو فارسی هم میگیم. بهش میگیم What took you so long? چرا انقدر دیر کردی؟ حالا اون نفر میخواد بگه خواب موندم. خواب موندم به انگلیسی چی میشه؟ باید بگه I overslept. I overslept میشه خواب موندم. I overslept میشه خواب موندم. فدای سرت. مهم نیست. یه نفر یه اشتباهی کرده میخوام بگم فدای سرت اصلا مهم نبود. باید چی بگیم؟ میگیم never mind. Never mind یعنی مهم نیست. فدای سرت. Never mind. Never mind پس میشه فدای سرت. مهم نیست. بریم سراغ بعدی. میخوام بگم این چیزا پیش میاد. این چیزا پیش آمد. یه جورایی میگیم پیش میاد دیگه. باید تو انگلیسی بگیم These things happen. These things happen. این چیزا پیش میاد. اونقدر مهم نیست. These things happen. These things happen. بریم سراغ بعدی. میخوام به یکی بگیم ببخشید سرزده مزاحم شدم. تو انگلیسی سرزده یه جایی رفتید و میخواید بگید که ببخشید سرزده مزاحم شدم. باید بگید Sorry to barge in. Sorry to barge in. به املای barge in دقت کن. سعی کن همه چیزش رو همینجوری یاد بگیری. Sorry to barge in. یعنی ببخشید سرزده مزاحم شدم.
خب حالا تو جمله بعدی طرف میخواد بگه که ممنون که سر زدی، ممنون که به هم سر زدی. میگیم Thanks for dropping by. Thanks for dropping by. یعنی چی؟ یعنی ممنون که سر زدی. Thanks for dropping by. یعنی ممنون که سر زدی. خب توی جمله بعدی میخوایم بگیم که بازم پیش ما بیا. بازم پیش ما بیا رو به انگلیسی بگیم. باید بگید come back anytime. یعنی هر موقع دوست داشتی به هم سر بزن. Come back anytime. یعنی بازم پیش ما بیا یا هر موقع دوست داشتی سر بزن. Come back anytime. تو جمله بعدی میخوایم به نفر بگیم که داری ناامیدم میکنی. داری ناامیدم میکنی. داری ناامیدم میکنی. You are bumming me out. You are bumming me out. یعنی چی؟ یعنی داری ناامیدم میکنی. You are bumming me out. میشه داری ناامیدم میکنی. حالا میخوایم بگیم که مراقب رفتار و گفتارت باش. به یه نفر میخوایم بگیم که مواظب رفتار و گفتارت باش. باید بگیم Mind your P's and Q's. میبینی چه ریتم جذابی داره؟ Mind your P's and Q's. یعنی مراقب رفتار و گفتارت باش. Mind your P's and Q's. یعنی مواظب رفتار و گفتارت باش. خب تو جمله بعدی میخوایم بگیم انگار دارم با دیوار حرف میزنم. فرد مقابلتون اصلا توجه نمیکنه و میخواید بگید که انگار دارم با دیوار حرف میزنم. It's like talking to a brick wall. Brick wall میشه دیوار آجوری. یعنی معنی تحت لفظش میگه دارم با یه دیوار آجوری حرف میزنم، که ما تو فارسی میگیم انگار دارم با دیوار حرف میزنم. It's like talking to a brick wall. حالا میخوایم بگیم طاقتم تموم شده. طاقتم تموم شده. به انگلیسی میگیم That tears it. That tears it. That tears it میشه طاقتم تموم شده. That tears it پس میشه طاقتم تموم شده. به همین راحتی. اصطلاح بعدی میگه دیگه کاسه صبرم لبریز شده. دیگه کاسه صبرم لبریز شده. دیگه طاقت ندارم آقا. میگه که That's the last straw. That's the last straw. یعنی دیگه کاسه صبرم لبریز شده. That's the last straw. هرچه باد آباد. اصلا مهم نیست دیگه چی پیش میاد. هرچه باد آباد. میگیم Here's goes nothing. Here's goes nothing. یعنی هرچه باد آباد. Here's goes nothing. به معنی هرچه باد آباد. بریم سراغ اصطلاح بعدیمون. میخوایم به نفر بگیم ما سنجیده رفتار کن. سنجیده رفتار کن. Read the room. Read the room. یعنی سنجیده رفتار کن. Read the room میشه سنجیده رفتار کن. حالا میخوایم بگیم که سرت تو کار خودت باشه. سرت تو کار خودت باشه. فضولی نکن تو کار بقیه. تو زندگی بقیه فضولی نکن. باید بگیم leave and let leave. Leave and let leave. میشه معنیش سرت تو کار خودت باشه. سرت تو زندگی خودت باشه. Leave and let leave. یاد نره این ویدیو رو چند بار ببین حتما، و اگه مثلا امروز شنبه است و این ویدیو رو داری میبینی، فردا بیا دوباره همراه هم تکرار کن، هفته بعد، ماه بعد، و همینجوری فاصلش رو بیشتر کن، ولی حتما باید تکرار کنی تا اینا رو بتونی یاد بگیری. و این اصطلاحات خیلی کاربردیه، شک نکن، هم تو فیلم ها میشنوی، هم تو محیط خارجی میشنوی و خیلی به کارت میاد. حتما این ویدیو رو لایک کن. لایک این ویدیو بالا باشه حتما سری بعدیش رو براتون ضبط میکنم.
راستی اگه هنوز منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب بزن و زنگ رو فعال کن تا ویدیو آموزشی بعدی رو برات بفرستم. خدافظ.